از جناب آقای عباس پهلوان استاد خودم تقاضا دارم که چند دقیقه رو با ما زندگی گذشته، آینده و اهدافشون رو در میون بذارن. بفرمایید جناب پهلوان. گذشته ما قلم بود و مطبوعات، اکنون قلم است و مطبوعات و مبارزه، آیندم به همچنین ادامه خواهد یافت با امید سعادت و مردم سالاری برای مردم ایران. در هر حال این از 1334 که شروع کنیم تا حالا من قلم زدم در مطبوعات مختلف، در روزنامه‌های مختلف، تا در 1343 به طور مستقل 14 سال مجله فردوسی رو اداره کردم و تمام همغم هم این بود که یه نسل تازه رو در میان شعرها، نویسندگان و جوانان به وجود بیاریم که تا حدود زیادی موفق شدیم و یک حرکتی از سال 40 تا 55 به بعد در میان هنر، ادبیات، نقاشی، موسیقی و زمینه‌های دیگر به وجود آوردیم. و اگر من حتی یک همکاری داشتیم، آقای موفی که در خط بی نظیر بود و فکر کنم فقط در این مایه با فوت زود هنگام او ما موفق نشدیم، اگر در زمینه‌های دیگه به خصوص شعر و داستان نویسی و به خصوص در زمینه یک قسمت از داستان نویسی که زندگی روستاهای ماست به وسیله بهداشت موفق شدیم که آثاری رو به ادبیات ایران عرضه کنیم. و بعد خب یک تحولی که به وجود اومد همین جریان انقلابه که البته من به انقلاب قبولش ندارم، چون منتقد اون سیستم اون نظام بودم، نه خود نظام. معتقد بودم که با یک تحول، با یک حرکت، با یک انتخابات آزاد بتونیم ما به خیلی از چیزها دست پیدا کنیم که متاسفانه به اعتقاد من با اعتقاد با توطئه خارجی که نفع بزرگتری غیر از نفع ملت ما رو برای خودش منظور میکرد به انقلاب و متوسل و خونینی دست یازید که متاسفانه سالیان سال نمیشه گفت متوقف کرد، همه چیز ما رو عقب برد، ولی میشه گفت متوقف کرد. و گفتنی های دیگه ای در این زمینه فکر کنم لزومی نداشته باشه، چیزی که امیدواریم با تمام این سنی که من اکنون دارم در این روز که دیماه 1189 باشه بتونیم ما در 1090 شاهد رستاخیز ملت ایران برای استقلال و پیشرفت یک رنسانس جدید در ایران باشیم. با سپاس از این چند وقت دقیقه وقتی که به من دادین استاد، امیدوارم تندرست و موفق در کنار خانوادتون باشین و ما سالیان دراز بتونیم از تمام تجربیات شما که واقعا برای خودش اسطوره‌ای از ادبیات ما رو تو سینه دارین و اسطوره‌ای هستین در خدمتتون باشین. خواهش می‌کنم از لطف شما. زنده باشین. در این لحظات بعد از ظهر که من از فرط کار خسته شدم، شاید در چهرم پیدا باشه، امیدوارم که بینندگان ببخشن. ببخشایند. یک دو